زندگینامه محبوب ترین خواننده تاریخ افغانستان احمد زاهر به روزنامه خوش آمدید. لطفا تا آخر با ما باشید و فراموش نکنید برای حمایت از ما ویدیوهای ما را لایک کرده و چنل روزنامه را سابسکرایب نمایید. سلام، وقتتان بخیر. در این برنامه میخواهیم با زندگینامه محبوب ترین خواننده تاریخ افغانستان احمد زاهر آشنا شویم. با روزنامه همراه باشید. احمد زاهر در 24 جوزای سال 1325 هجری خورشیدی در شهر کابل به دنیا آمد. احمد زاهر آوازخوانی را از مکتب آغاز کرد و نخستین آهنگش با این شعر زیای قاری‌زاده ای بلبل شوریده را در لیسه حبیبیه خواند و لقب بلبل لیسه حبیبیه را به دست آورد. وی پس از نشان دادن استعداد در موسیقی در رادیوی افغانستان برنامه‌هایی را اجرا کرد. احمد زاهر پس از گذراندن دوره دارالمعلمین به کشور هندوستان رفت تا در رشته آموزش و پرورش مدرک کارشناسی ارشد بگیرد. شاید او نخستین کسی بود که آلات موسیقی غربی را با موسیقی شرقی ارتباط داد و به موسیقی افغانستان هدیه کرد. آغازه او از طریق موسیقی از شهرت پدرش که صدر اعظم وقت افغانستان بود بالاتر رفت. شهرت او آنقدر بر سر زبان ها بود و است که مردم افغانستان هنوز فکر میکند او بهترین آوازخوان افغانستان تا هم اکنون میباشد. او در سال 1351 هجری خورشیدی لقب بهترین آوازخوان سال افغانستان را به دست آورد. احمد زاهر آوازخوان برجسته افغانستان در دهه های 40 و 50 خورشیدی بوده. احمد زاهر 3 بار ازدواج کرد و از این 3 ازدواج 2 فرزند دارد. یکی شبنم و دیگری احمد رشاد که هر دو خارج از کشور در ایالات متحده آمریکا زندگی می کند. احمد زاهر به خاطر درگیری های خانوادگی راهی زندان شد و در این هنگام بود که مادرش درگذشت. روایات وجود دارد که وی پس از رهایی از زندان در عروسی دختر زمامدار وقت حفیظ الله امین بنابر اصرار دخترش شرکت کرد و آواز خواند. بسیار بر این عقیده اند که این واقع باعث شد تا حفیظ الله امین به فکر قتل وی گردد و به همین دلیل قتل احمد زاهر که در سالنگ صورت گرفت نیز به همین دلیل نسبت می دهند. و درست در سال روز تولد 33 سالگیش در دره سالنگ درگذشت. پیکر او ابتدا در مسجد حاجی مجید در سردخانه نگهداری و سپس در گورستان شهدای صالحین به خاک سپرده شد. هنوز عامل مرگ او روشن نشده. یکی از نخستین کارهای طالبان پس از تسلط بر کابل منفجر کردن قبر احمد زاهر بود. احمد زاهر نماینده موسیقی کلاسیک افغانستان شمرده می شود که آهنگای با مفهوم و جاندار برای شنوندگان عرضه داشت. احمد زاهر بیشتر کوشش می کرد تا از بهترین، زیباترین و محتورترین اشعار در آهنگای خود استفاده کند و از همین روی علاقه او به مولانا جلال الدین بلخی، حافظ، سعدی، بیدل، سیمین، خلیلالله خلیلی، ابوالقاسم لاهوتی، فروغ فرخزاد و غیره شاعرای زبردست زبان فارسی بوده است. و همچنان احمد زاهر به زبانهای فارسی، پشتو، هندی و انگلیسی آواز خوانده است. آهنگای خدا بود یارت، مادر من، از پیش من برو که دل آزارم، برایم گریه کن امشب، عجب صبر خدا دارد، از جمله آهنگای مشهوری است که افغانا با خود زمزمه می کند. احمد زاهر هم شهرت آوازخوان مشهور ایرانی گوگوش بود و یک تعداد افراد این دو را رقیب سالم می دانستند. از احمد زاهر آهنگای زیادی به یادگاری مانده است که در 33 آلبوم رسمی پخش شده است و به شکل صوتی در بازار عرضه گردیده. از احمد زاهر فقط 2 آهنگ تصویری ثبت شده. احمد زاهر تنها در افغانستان بلکه در 3 کشور دیگر همچون کشورهای تاجیکستان، ایران و پاکستان نیز علاقمندان بیشمار خود را دارد. این علاقه در تاجیکستان به شکل بسیار بالایی وجود دارد و آهنگای وی هنوز هم از بهترین ها به شمار می رود. احمد زاهر نام کهنه‌ای در افغانستان نیست و آهنگای وی هنوز هم علاقمندان بیشمار خود را دارد، طوری که بیشترین مخاطبان رادیوها آهنگهای از احمد زاهر را درخواست می کند.
و این باعث شده است تا به منظور فرصت دادن به سایر خوانندگان مجدیان برنامه موسیقی آهنگای احمد زایر را در برنامه های بهترین موسیقی بر رقابت می گذارند. زیرا می داند در صورت وجود آهنگ احمد زایر وی برنده خواهد بود. در افغانستان رسم به این است که در سالگرد وی رادیوها و تلویزیونها برنامه هایی را در مورد وی پخش می کند و آهنگای احمد زایر را به نشر می سپارد.